دوستان عزیز، اگه یادتون باشه من در دو سه ماه گذشته چندین مرتبه گفتم که وزارت امور خارجه ما که متاسفانه شدیداً گرین کارتی هست اینقدر منفعل نباید باشه و بایستی بیاد الان یقه فرانسه رو بگیره که اینجوری مردم خودشون رو سرکوب نکنن، مردم خودشون رو اذیت نکنن و اینقدر فشار رو مردم خودشون نیارن. من البته یک سری عکس دیگه بعد برای این برنامه آماده میکنم، متاسفانه ثانیه آخر الان یادم افتاده آماده نکردم، ولی ایراد نداره بهتون خواهم گفت و برنامه رو ادامه میدم. اومد و اتفاقی که افتاد چهارشنبه، خوشبختانه وزارت امور خارجه ایران در اقدامی پسندیده دولت فرانسه رو ازش خواستش که مردم خودت و آتش نشانهای خودت رو سرکوب نکن، که من و تو هم گذاشت. خب ببینید، برنامه ها تاثیر داره. حالا یکی میگه نه تو فکر میکنی انقدر دیگه برای خودت نوشابه باز میکنی، فکر میکنی چون تو گفتی وزارت امور خارجه این کاری کرده. من فکر نمیکنم، مطمئنم تاثیرش از این برنامه هاست. نه که فکر کنم، مطمئنم، نه اینکه حتما اونا برنامه منو دیده باشن که این اتفاقات، این توهمه، ولی تخم سخن، بذر سخن رو میگیم ما باید پخش کنیم. 90% مردمی که امروز دارن حرفای ما رو میزنن، اون بخشی که حرفای ما رو میزنن، اصلا امید دانا رو نمیشناسن. ببینید، بذر سخن یک داستان دیگه است. ما اینجا بذر سخن رو داریم تولید میکنیم، تولید فکر میکنیم، فکر رو داریم بیان میکنیم، شما عزیزان میبینید جای دیگه میگید و همین گونه تساهدی میره بالا و بالاخره تاثیر خودش تو جامعه میذاره. من حرفم اینه، چطور در این دو سه ماه که من تازه گفتم تا به امروز یه همچین اتفاقی به این شکل نیفتاده بود. خب اینا داستان‌هایی است که پس مشخصه. این خیلی خوشحالم بابت این که پس هممون باید امیدوار باشیم که کارمون خیلی تاثیر داره. تک به تک شمایی که برنامه رو پخش می‌کنید، لایک می‌کنید، با دوستانتون صحبت می‌کنید، تشویق می‌کنید برنامه‌ی منو ببینن، این ببینید مسیری است که در راستای منافع ملی است. حرف مفت نمی‌زنیم، مزخرف نمی‌گیم، سیاه نمایی نمی‌کنیم. به قول این سلبریتی‌های داغونمون چون حامد بهداد و اینا، یا این آقایون میهن پرست مثل خانم چی اسمش بگید، مهناز افشار و ابی و چه نسینا و ایلا، اینا آروغ روشن فکری نمیزنیم بعد بریم پول از عربستان بگیریم و برای MBC برنامه اجرا کنیم. کاری که داریم میکنیم فوشش رو داریم میخوریم، ولی در راستای وطنه. هرچند به ازای هر یک فوشی که میخوریم، خدا شاهده صدها پیام مهر آمیز شما عزیزانم هست، به ازای هر یک فوش ما صدها پیام مثبت میگیریم و این ما رو روپا نگه میداره که رو صحنه بمونیم و تعداد قابل توجهی از هموطنان به این برنامه، چون فهمیدن این برنامه داره چیکار میکنه، کمک مالی میکنه. 100% اشتباه دارم، هزاران اشتباه دارم، خودم انسان پر اشتباهیم، اما نیت و راهی که داریم میریم بسیار راه مقدس و پاکی است. انسان اگه بگه من اشتباه ندارم که ببخشید، یه جورای غلط زیادی کرده. سر تا پای من پر اشتباهی، و مهم اینه که من و دوستانم نیتمون در راه وطن پاکه و به قول آقای اردشیر زاهدی، ما هر چی هستیم ساخته و پرداخته کشور خودمونیم. هر ایرادی هم که داریم، مهم اینه که وابسته به اسرائیل، به عربستان، به دشمنان این وجودی این کشور نیستیم. اگر مشکلی هم با دین اسلام و هر چیزی داریم، مهم اینه که دشمن وطن نیستیم و خودمون رو به هیچ کشوری نفروختیم. و پاشم برسه، بارها بهتون گفتم، برای این مملکت و برای این کشور هزاران با جان خودمون خواهیم داد. بگذاریم، این اتفاق خوبی بود. منتها در مورد آتش نشانان چون صحبت شد، البته بهتون بگم اتفاقات تلخی تو فرانسه داره رخ میده. آتش نشانای فرانسه رو مردم فرانسه هم بهشون توهین میکنن، فوششون میدن. بارها شده آتش نشانای فرانسه بلند شدن بیان امداد رسانی کنن و توسط خود مردم فرانسه دارن مورد توهین و تحقیر قرار میگیرن. باهاشون با چاقو باهاشون زدن، حتی به آتش نشانا اومدن آتش خاموش کردن، مردم خشمگین رفتن به اینا چاقو زدن. و من اینو مقایسه میکنم، این یک جا دیگه فرهنگ غلط مردم فرانسه است که با آتش نشانهای خودشون اینجوری برخورد میکنن. و دیگه آتش نشانا به اینجاشون رسید که به پلیس گفتن آقا ما امنیت جانی نداریم جلوی مردم و داستانهای خودمون رو داریم، و اومدن تظاهرات گذاشتن در شهر، اگر اشتباه نکنم اینجا یادداشت کردم، بله، استراسبورگ. اونجا یک شهر کوچکی است که اومدن تظاهرات گذاشتن و پلیس فرانسه به شدت اینا رو سرکوب کرد، که یکی از فیلماشو بتونه چه میدونم صدها فیلم در اومده. و من اینو داشتم مقایسه میکنم با برخورده که نزدیک 10 تا عکس آماده کرده بودم بهتون نشون میدم، از مسئولین جمهوری اسلامی تا مردممون که بارها رفتن
چون الان هم دولت آقای مکرون و هم مردم فرانسه خیلی برخورد بعدی با آتش نشانای فرانسه دارن، در حالی که ما تو کشورمون هم مسئولین بارها به آتش نشانان کشورمون نشان قهرمانی و نشان شجاعت دادن، هم مردممون به ویژه سر داستان ساختمون پلاسکو رفتن و به کلی از این آتش نشانها در حقیقت گل هدیه دادن، ازشون سپاسگزاری کردن. این برخورد یک ملت متمدنی است، چون ملت ایران که وقتی که اتفاق ساختمون پلاسکو میفته میرن از مردم، میرن از مأموران زحمتکش آتش نشانی سپاسگزاری میکنن. همین مسئولین جمهوری اسلامی با همه خیانتا، با همه دزدیا، حداقل حفظ ظاهر میکنن، اگر ریا هم باشه حداقل حاضرن به خاطر اون مسئله ظاهر سازی ریا بکنن و تقدیر بکنن از آتش نشانها، ولی دولت مکرون آتش نشانان رو کتک میزنه، بهشون حمله میکنه و مردم فرانسه موقعی که اینا دارن انجام وظیفه میکنن بهشون چاقو میزنه. در همین چند وقت اخیر حداقل 3 مأمور آتش نشانی توسط مردم چاقو خوردن در شهر استراسبورگ. برای همین دیگه آتش نشانا به اینجاشون رسید، در شهر استراسبورگ اومدن به خیابان ریختن. این فیلمو بهتون نشون میدم، عزیزانی که ناراحتی قلبی دارن این فیلمو نگاه نکنن. برخورد بسیار تلخی رو پلیس فرانسه با آتش نشانان زحمتکش فرانسه انجام میده و این مزد آتش نشانان است که دارن برای امنیت فرانسه کار میکنن. نگاه کنید پلیس چگونه وحشیانه باهاشون برخورد میکنه. و چقدر خوشحالم وزارت امور خارجه ما با هر ایرادی که داره یک اقدام مثبت انجام داد و از دولت بسیار سرکوبگر فرانسه، دولت بسیار دیکتاتور آقای مکرون، خاص دیکتاتور به معنای این نکه دیکتاتور مثلا سنتی، دیکتاتور کلاسیک منظورم نیست، منظور دیکتاتوری نوینه که در قالب یا حکومت‌های دموکراتیک تعریف میشه، چون خود دموکراسی یکی از خطرناک‌ترین حکومت‌هایی است که به مراتب خشونتش میتونه از حکومت‌های دیکتاتوری با اون فهم کلاسیک ما خطرناک‌تر باشه. و ببینید دموکراسی، دموکراسی که اسمن دموکراسی است و واقعا هم دموکراسی است، این دموکراسی واقعی است، دموکراسی واقعی که این گونه آتش نشانا رو سرکوب میکنه. نگاه کنید البته پلیس فرانسه که دارید میبینید داره با گل از اینا استقبال میکنه. من برخی از این فعالین سیاسی رو میبینم که تر داستان آبان میگفتن آره در فرانسه خون از دماغ کسی نمیاد. خجالت بکشید، خجالت بکشید. و شما میبینید آتش نشانه ها دستشون تبر نیست، دستشون سلاحهای سرد سنگین نیست، ولی با این وجود اینجوری سرکوب میشن. ولی شما در اتفاقات آبان دیدید پسر تبر آورده جلوی مأمور نیروی انتظامی، بعد انتظار دارن مأمور بگه به به خیلی گلی خیلی ماهی، معلومش باید شلیک کنه، در همه قوانین بین المللینه، شوخی ندارن. ببین الان شما اینا دستشون سلاح نیست اینجوری سرکوبشون میکنن. اینا انقدر گاز اشکاور اینا که یارو افتاد هستن حقایقه. بنابراین در ارتباط با آتش نشان ها میتونم بگم که برخورد کشور ما چه در حکومت چه در چارچوب مردمی با آتش نشان همونو ما دیدیم، اینو مقایسه کنید. اگه میهن پرستید اینا رو مقایسه کنید، چطوری که شما همه چی رو مثلا میذارید آقا برخورد در خارج، برخورد در داخل منفیشو نگاه میکنه. آقا برخورد چه عکسایی که گل مردم ما میدونن به آتش نشانان، یا همین مسئولین بگو اصلا برای ریا به آتش نشانان ایرانی جوایز دادن رو بذار در کنار این گونه کار کن.
شماها هر کدومتون مثل این بهنوش بختیاری که حسابی از خجالتش در اومدم تو برنامه پاسخی که بهشون دادم که اومده خود تحقیری میکنه ویدیویی رو منتشر میکنه علی کشور ما، شما چرا مثل بهنوش بختیاری خودتون رو تحقیر میکنید؟ خاک برسری، مرض داری، چه میدونم بیماری، آخه یه بیماری های روانی هست که طرف خودش آسیب میرسونه، خودش رو تحقیر میکنه. الان هم هست، عموماً هم میگم تو این کلوپ های شبانه و بحثه سکسی اینا الان تو فیلماشون هم هست، به خودشون مثلا چیز میبنده طرف، به خودش افسار مثلا قلاده سگ به خودش میبنده، میگه من سگم، بعد میاد وسط کلوب میشینه میگه منو کتک بزنید و اینا، با شلاق بزنید در باستانم. مثلا بهنوش بختیاری یا خیلی از این حضرات سلیبریتی همین کار دارن میکنن، دوست دارن انقدر تحقیر بکنن خودشونو. چرا دوست دارید کشورتون رو تحقیر کنید؟ چرا دوست دارید علی کشورتون اینگونه رفتارها رو بکنید؟ چرا فکر میکنید تو فرانسه اگه تظاهرات بشه پلیس فرانسه با گل میره سراغشون؟ الان داره با باتوم اینا رو میزنه. اگه این آتش نشانا و مردم هم تبر بردارن، مثل ایران مجبوره که اسلحه بیاره، اسلحه گرم بیاره تو میدون. شوخی ندارن. بسه دیگه، تا یه حدی آدم بایستی اسکولیسم سیاسی رو ترویج بده دیگه. رسانه های ما ته اسکولیسم سیاسی رو دارن ترویج میدن. به هر رو این بخش برنامه رو میبندم. شب و روزگارتون خوش، امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه. پاینده ایران بدرود.